أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. أشهد أنك كنت نورا في أصلاب الشام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مهمان این برنامه طبق معمول جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قائم فر می باشند که از بیانات ایشون استفاده لازم را می بریم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین في نصرتك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم، عاشقان و شیفتگان حضرت سید الشهدا علیه السلام، امیدواریم که این برنامه راه ارتباطی باشد با حرم امام حسین و زیارت امام حسین و به برکت این احادیثی که از حضرات اهل البیت علیهم السلام در این برنامه تقدیم میشه، خدا توفیق زیارت قبر مطهر امام حسین، آبا و اجداد حضرت و اولادشون رو هم به ما کرامت بفرمایید. الهی در خدمت شما. خواهش می‌کنم حاج آقا، در جلسه قبل بحث شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و بحث زیارت اون بزرگوار مطرح شد. می‌خواستم اون بحث رو ادامه بدیم و احادیث دیگه در این موضوع بفرمایید. در کامل الزیارات باز روایات متعدده هست. یه روایتی که چند تا مطلب ازش استفاده میشه این روایته که ان ابی عبدالله علیه السلام، علامه ابن قولبی این روایت رو در باب 16 حدیث 5 نقل میکنه. ان ابی عبدالله قال دخلت فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عیناه تدمع فسألته مالك فقال إن جبرائيل أخبرني أن أمتي تقتل حسينا فجزعت وشق عليها فأخبرها بمن يملك من ولدها فطابت نفسها وسكنت. روایت بسیار بسیار روایت عجیبیه. چند تا مطلب از این روایت استفاده میشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر پیغمبر اکرم وارد شدند محضر پدر بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله
در حالی که و عیناه تدمع، حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن چشمای باباشون گریانه، عشق ریزه. فسألته مالک، حضرت زهرا از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله، بابا شما رو چه میشه؟ پیغمبر در جواب فرمود ان جبرائیل اخبرنی ان امتی تقتل حسینا، جبرائیل به من خبر داده که گروهی از امت من حسین من رو خواهند کشت. وقتی حضرت زهرای مرضیه خبر شهادت امام حسین رو شنیدن، فجزعت و شق علیها. خیلی این دو نکته قابل دقته که بیبی حضرت زهرا با شنیدن خبر شهادت امام حسین جزع کردن، ناله کردن، فریاد کشیدن و شق علیها، گریبانشون رو بیبی چاک زدن، یقه پاره کردن در شنیدن مصیبت امام حسین. که حالا این مطلب برای ما هست، در وقت شنیدن مصیبت امام حسین سلام الله علیه، باید به عنوان تأسی به حضرت صدیقه طاهره ما جزع کنیم، گریه کنیم. کما اینکه در روایات دیگه بحث جزع و بکا آمده، مثل روایتی که در از امام صادق سلام الله علیه هست که جزع و گریه در هر امری مکروهه، الا جزع و گریه در مصیبت امام حسین علیه السلام. یا مراحل و مراتبی بحث گریه داره، این عباراتی که در دعای ندبه شریف آمده که فلیب کل باکون و ایاهم فلیند و بن نادبون، اول بحث گریه است و ایاهم فلیب کل باکون و ایاهم فلیند و بن نادبون، برای امام حسین باید گریه کننده ها گریه کنند و ندبه کننده ها ندبه کنند. فرق بین گریه و ندبه در چیست؟ گریه اشک ریختن بدون سر و صدا رو میگن، خیلی ساده و آرام، گریه شمع. شمع رو میبینید میسوزه، از کنارش قطرات اشک جاریه، ولی هیچ سر و صدایی نداره. این میشه بکا. ندبه گریه با صدا رو میگن، گریه صدادار. فلیب کل باکون و ایاهم فلیند و بن نادبون و لمثلهم فلتضرف دموع، عشق از چشمها سرازیر بشه. ولیسرخ صارخون و یزج الزاجون و یعج الآجون، باید در مصیبت امام حسین سرخه کشید، داد زد، فریاد کشید. کما این که در روایت معاویه ابن وهب که خود مرحوم ابن قولوی هم در کامل نقل میکنن، روایت مفصلی است از امام صادق که معاویه ابن وهب میگه خدمت امام صادق رسیدم، حضرت نماز میخوندن و آخر روایت که امام صادق در حال سجده در نماز به چند گروه دعا کردن، یکی این که وارحم تلک الصرخه التي كانت لنا، خدایا اون صرخه، اون داد، اون فریادی که برای ما اهل بیت کشیده میشه، اون رو مورد ترحم قرار بده. نه فقط اشک چشم یا خود چشم مورد ترحمه، نه فقط قلبی که برای اهل بیت میسوزد مورد ترحمه، بلکه امام صادق فرمود وارحم تلک الصرخه التي كانت لنا، اون دادی که برای ما زده میشه، اون فریادی که برای ما کشیده میشه، اون رو هم مورد ترحم قرار بده. پس جزع و ناله کردن برای امام حسین بحث تأسی به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. تازه حضرت زهرا قبل از شهادت امام حسین جزع کردن، خب میرسونه که بعد شهادت امام حسین
به طریق اولا جزع باید باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از شهادت امام حسین گریبانشون رو چاک زده اند، یقه پاره کرده اند در مصیبت امام حسین. بعد قصه شهادت امام حسین، چاک زدن گریبان و یقه پاره کردن کاری آسان و راحته. نه فقط حضرت زهرا جزع کردن و گریبان دریدن، بلکه فاخبرها به من یملک من ولدها، پیغمبر یه خبر دیگه ای دادن به حضرت زهرا در این که دخترم ناراحت نباش، کسی میاد از اولاد این حسین که مالک امور او میشه، به تعبیر دیگه انتقام از خون امام حسین میگیره. کما اینکه این مطلب در خود قرآن هم ذکر شده، از آیاتی که در قرآن مجید هست و تأویل به امام حسین شده این آیه است که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون کسی که به ظلم کشته بشه خدا براش ولی دم قرار میده و اون ولی دم در مقابل اون فرد مظلومی که کشته شده هر تعدادی رو بکشه اسراف در قتل نکرده، انه کان منصورا، که این آیه جای شرح و بسط فراوان داره، دیگه باید به یه جلسه دیگه موکولش کرد. حاج آقا ممنونم، به یه میان برنامه توجه بفرمایید، در خدمتتون خواهیم بود. از دلم تا حرم تو شده بین الحرم، زده ام در دو طرف بیرق عباس و حسین، سینه سوخته ام قتلگه و الدم است، سینه سوخته ام قتلگه و الدم است، خون ز داغ تو شده کرب و بلا اشک تو عین، خون ز داغ تو شده کرب و بلا اشک تو عین، به ابی انت سین به ابی نمیگی جونم، به ابی شگر شده ذکر لبمه آب حیات، انا اتش شگر شده ذکر لبمه آب حیات، چون که دارم به دلم آرزوی کرب و بلات، تشنه ام تشنه یک جرعه هوای حرمت، ترسم از این که ببینم نبینم صحن و سرات، ترسم از این که ببینم نبینم صحن و سرات، به ابی انت و امی من، به ابی انت های، به ابی انت ممنون. اینال آتش گر شده ذکر لبمه آب حیا، استاد گرامی علی اصغر لاغی نون، انا آتش گر شده ذکر لبمه آب حیا، چون که دارم به دلم آرزوی کرب و بلات، تشنه ام تشنه یک جرعه هوای حرمت، ترسم از این که بمیرم نبینم صحن و سرات، به ابی انت به ابی، یه بار دیگه هم بگو، به ابی جونم سیر شده زندانی تن، جان و دل از بی خبری شده زندانی تن، جان و دل از بی خبری، می کند روز و شب از دوری تو نوه گری، وای اگر لحظه ای از این قفس آزاد شدم، وای اگر
سازاد شدم، پرکشم تا حرمت با همه بیبال و پری، پرکشم تا حرمت با همه بیبال و پری. به امی های 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 جونم حسن نشیم سبا ان میزنم بر سر و صورت که غمت سنگین است، خونده هم در ده تو رسم رفاقت این است، میزنم بر سر و صورت که غمت سنگین است، خونده هم در ده تو رسم رفاقت این است، بیعتی کردم و تا جان به تنم هست حسین، میزنم جار که تو مرا آین است، میزنم جار که عشق تو مرا آین است. به امی یه بیت به امی این شور و شیلیست مرا تا که به این شور و نوا، شور و شیلیست مرا تا که به این شور و نوا، به عزای تو در آرم همه عرض و سما، یا حسینی که ز سوز جگرم میگویم لطف زهراست جواز سفر کربوب، لطف زهراست جواز کربوب. لا به عبیان تا این شور و شیمیست برا تا که به این شور و نوا، شور و شیمیست برا تا که به این شور و نوا، به عزای تو درارد همه عرض و سما، یا حسینی که به سوز جگرم میگویم لطف زهراست جواز سفره، لطف زهران لا به ابی انت و امی یا حسین، به ابی انت و امی یا حسین. امیدوارم همچنان بیننده این برنامه باشید. حاج آقا توضیحات بیشتری در برکاتی که در زیارت عمه وجود داره بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که در روایات زیادی به برکات زیاد و متعددی اشاره شده. میشه گفت که این برکات یه بخشش مال همین دنیاست. یه بخش از برکات زیارات اهل البیت مال وقت مردنه، هنگام نزع و جان دادن و قبض روح. یه بخش از این برکات مال خونه قبره، یه بخش از این برکات مال صحرای محشر است و یه بخشش هم مال بهشت. عجیب. افرادی که وارد بهشت میشن، یعنی این برکات تا روزی که خلقت هست ادامه داره، تا خدا خداست و مردمی هستند و بهشتی میرن انشاءالله. این خصوصیت ها هست. آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که پیغمبر اکرم منزل ما اومدن، جناب ام ایمن یه ظرفی از خرما، یه کاسه ای از شیر و یه ظرفی از سرشیر آورده بود. ما گذاشتیم محضر خاتم انبیا، پیغمبر تناول کردن. وقتی پیغمبر غذا خوردنشون تمام شد، فلما فرغ قمت و سکبت علی یدی رسول الله ماء، امیرالمومنین میفرمایند که من پا شدم و ظرف آوردم و آب ریختم رو دست پیغمبر تا پیغمبر اکرم
دست خودشون رو بعد از خوردن غذا شستشو بدن. فلما غسل یدیه مسح وجهه و لحیته، پیغمبر بعد از اون که دستشون رو شستن دست ترشون رو به صورتشون کشیدن و محاسن مبارکشون، بعد پا شدن و در کنار خونه شروع کردن پیغمبر به خوندن نماز. در حال سجده فبکا و اطال البکا ثم رفع رأسه، پیغمبر اکرم در حال سجده گریه مفصلی کردن، گریه طولانی، سرشونو بلند کردن. فما اجترع منا اهل البیت احد یسأله عن شیء، از ما اهل بیت کسی جرأت نکرد که از پیغمبر علت گریه و بکا رو بپرسه. فقام الحسین یدرج حتی سعد علی فخذی رسول الله فاخذ برأسه الی صدره و وضع ذقنه علی رأس رسول الله ثم قال یا ابه ما یبکیک، آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام پا شدن رفتن رو زانوهای پیغمبر نشستن و سرشون رو به سینه پیغمبر چسبندن به طوری که چانه آقا رسول اکرم به سر امام حسین علیه السلام بود. ثم قال یا ابه ما یبکیک، آقا سید الشهدا سوال کردن که بابا چرا گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود که یا بنی انی نظرت الیکم اليوم فسررت بكم سرورا، من امروز نگاهی به شما کردم و سرور و خوشحالی برا من پیدا شد که تا به حال این سرور و خوشحالی برا من نبود، اما جبرئیل بر من نازل شد و اخبرنی انکم قتلا، به من خبر داد، مرا خبردار کرد که شما کشته میشید و قبور شما متفرقه، در یک جا قبرتون جمع نیست. من حمد خدا کردم و از خدا درخواست خیر کردم برای شما. امام حسین این سوال رو کردن که یا ابه فمن یزور قبورنا، بابا کسی که زیارت میکند قبور ما را و متعهد است، تعهد نسبت به زیارت قبر ما داره، یعنی خودش رو عرض کنم که بر خودش لازم میداند که حتما به زیارت قبر مشرف بشه. افرادی رو ما میبینیم تو اجتماع درآمد ظاهریشون هم خیلی زیاد نیست ولی به ای نحو کان خودشون رو به کربلا میرسونن، حالا اگر با قرض، اگر با مسائل دیگه است، یک سال شاید از خیلی امور زندگیش کم میگذره تا پولش برای کربلا جمع بشه، مقید مشهد بره، مقید مثلا به زیارت قبور اهل بیت بره. وقتی امام حسین سوال کردن کسی که به زیارت قبر ما میاد و تعهد دارد با اینکه قبور ما متشتته، متفرقه، به زیارت قبر ما بیاد چه ثوابی براش هست، پیغمبر اکرم فرمودن که حسینم توائف من امتی یریدون بذالک بری و صلتی، اینهایی که به زیارت قبور ما اهل بیت میان اینا گروهی از امت من هستند که ارادشون از این زیارت بر به من، نیکی به من، احسان به من خاتم انبیا و صله منه. ما در بحث آباء جسمی، پدر و مادر حقیقی خودمون، پدر و مادر ظاهری خودمون داریم که ما به عنوان فرزند بعد از فوت پدر و مادر باید به زیارت قبور پدر و مادر بریم. خب همین کار برای پدر و مادر حقیقی یعنی پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره هست.
ما باید به زیارت قبور اونها هم مشرف بشیم. این کار نیکیه به پدر و مادر جسمیه و رفتن به زیارت قبور ائمه نیکی کردن به حضرات معصومین و شخص رسول اکرمه. پیغمبر اکرم می فرمان حسینم کسی که زیارت کند قبور ما را عرض کنم و ارادش از این کار بر به من، نیکی به من و صله به من باشه، احسان به من باشه، من روز قیامت به اونا نزدیک میشم و آخذ به اعزادهم فانجیهم، یا تو روایت دیگه هست فانجاهم من احوالهی و شدائده. روز قیامت من میام دست این بنده خدایی رو که به زیارت قبور ما اومده میگیرم و از حول و اضطراب در قیامت نجات خواهم داد. اون چه که مسلمه طبق آیات و روایات روز قیامت یکی از روزهای بسیار بسیار سخت و پرمشقت و پرمشکله، از اون چه تو روایات هم هست. خود قرآن هم می فرماند که اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا، یا سایر آیاتی که در خصوص قیامت هست، یا قرآن می فرماد یوم تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پشم زده شده می شن، و سایر آیاتی که در قرآن هست معلومه روز راحتی نیست. یوم الصاخه گفتن در قرآن مجید، در روایات تعبیرات دیگه‌ای کردن، یوم الفزع الاکبر گفتن، روزی که فزع و ناراحتی بزرگ درش هست. اجالتا ما احتیاج به یه آرامش داریم، احتیاج به یه آسایشی داریم، احتیاج به یه راحتی خاصی داریم. اون کسی که میتوند ما را از اون احوال، از اون حول و اضطراب در قیامت نجات بده، شخص پیغمبر اکرم و اولاد پیغمبر اکرم هست. کسی که به زیارت قبر رسول خدا و زیارت قبور حضرات ائمه مشرف بشه، قیامت مورد لطف و عنایت خاتم انبیا قرار خواهد گرفت. خیلی ممنونم. پس حاج آقا نتیجه میگیریم که زیارت ائمه علیهم السلام هم برکات مادی هم برکات معنوی داره. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. از اینکه بیننده این برنامه بودید تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. سرگذشتش گرد به لب رسید جانم، که هرچه کرده با من فراغ کرد بلا کرد ز سر گذشتش گرد به لب رسید جانم.